خیز به میدان رو، در حلقه رندان رو، رو جانب مهمان کن که از راه بعید آمد. این ماه از یک راه بعید میاد و یار رمیده دوباره از یک راه بعید 11 ماهه برگشته به ساحل آرامش و در دامن یار. و در نتیجه میگه که این حلقه را ایجاد کن، حلقه رندان که با دانایی و با جنون شروع کرده به بازگشت ماه پس از رمضان و ماه پس از دانایی و ماه پس از جنون یک ماه. غم ها همه شادی شد، بندش همه آزادی، یک دانه به دو دادی، صد باغ مزید آمد. یعنی میگه که این ماه تبدیل بشه به ماه شادی، ماه جنون، ماه حلقه رندان. نمیخواد بگه مثلا فرض کنید ما در ماه رنج کشیدیم، مثلا غذا نخوردیم و بس رنج های مزید بر ما آمد. میگه اینا نیست، غم ها همه شادی شد، ما از اون رمیدگی برگشتیم به ساحل و در دامن یار و در کنار یار به آرامش رسیدیم و به دانایی رسیدیم، به معدن صبح، به معدن دانایی. و از طرف دیگه میگه که بندش همه آزادی، یعنی این به معنی آزادیه، معنی رهاییه. و اونجاست که میگه یک دانه به او دادی، یک ماه روزه گرفتی، حالا یک فاصله خیلی کوتاهی مثلا فرض کنید امساک کردی، ولی در عوضش صد باغ مزید آمد. من بنده آن شرقم، در نعمت آن غرقم، جز نعمت پاک او منحوز و پلید آمد. و او میگه که من بنده آن شرقیم و اون اشراق و نگاه شرقیانه الهی. و اونجاست که معمولا پدید آمده از معدن دانایی اشراق الهی و ما در نعمت او غرقیم و این نعمت اوست که ما را در این ماه به ساحل آرامش و دامن یار برمیگردانه. و جز نعمت این دانایی و نعمت جنون و حلقه زلف یار او، هرچی هست به نظر شاعران و به نظر مولانا منحوس و پلیده. بربند لب و تن زن چون غنچه و چون سوسن، رو صبر کن از گفتن چون صبر کلید آمد. و اونجاست که ما رو به یه چیز دیگه میخونه و میگه که شما لب بربند. آدمی که به دانایی رسید معمولا به جنون رسید، دیگه شروع میکنه به آرامش و این آرامش با خاموشی همراست. و مانند سوسنی که 10 زبان دارد و 10 لب و 10 دهان هیچی نمیگوید، میگه دیگه تو به ساحل رسیدی، به یار رسیدی و به آغوش یار بازگشتی و از اون رمیدگی به ساحل آرامش و یار بازگشتی. در نتیجه میگه که رو صبر کن که صبر تنها کلیده. شاعران و مولانای بزرگ ما همیشه یک عید رو، هم ماه رمضان رو همراه با ماه رهایی، ماه جنون و ماه دانایی و معرفت شناختی و زیبا شناختی الهی میدونسته. و دیگر شاعران نیز نگاهش چنین بوده و همراه با شادی، با خوشی و با سلامتی. و با این سلامتی است که شاعران عید رو با رطل گران شروع می‌کنند. حافظ منشین بی می و معشوق زمانی، که ایام گل و یاسمن و عید صیام است. شعرهای زیبایی از دید مردم هزارجات داریم که آنان چه نگرش و چه دیدی نسبت به این روز فرخنده داشتند. عید بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد. عیدی روزه عقیل الوا میکنه، برای مردوا دعا میکنه، برای مردوا و چارده ماسوم، یبوری علی اردی مسرگوم. یکک از شومی خورشید وریه، میال یک ساله سنجید وریه، دو ابرویشی کمون کش کشیده، مای اول شاوی عید وریه. سفر دلال و کرمون خدا جان، سباخ و عید رمزون خدا جان، دیگاه که یاردره عیدی مکونه، در مو شام غریبون خدا جان. علیگونو سبا عید ربزونه، انگشتری دادیم در چوکدونه، انگشتری دادیم در دست زرگر، تنگ و باریک دیه در شست دلبر. Colors fill the streets, their faces full of laughter, their pockets full of sweets. Let us rejoice indeed, this is the day of Eid. Let us rejoice indeed, for this is the day of Eid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah.
His name they repeat. Their hands are raised to the sky. They supplicate and plead. On this blessed day, forgive us, they entreat. Let us rejoice indeed. This is the day of aid. Let us rejoice indeed. For this is the day of aid. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة They're competing. Today there is no greed. Let us rejoice indeed. This is the day of aid. Let us rejoice indeed. For this is the day of aid. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخواست. می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. توبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. مهربانان، از اینکه در این شبهای زیبا و مبارک ما را تحمل نمودین سپاس. شما را به خداوند زمین و آسمان میسپاریم و عید خوش و سرشار از زیبایی های معنوی برایتان خواهان هستیم. بدرود.